به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای من را نیز با دوستان خود شریک سازید. مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوکشون این نگاشته است: امرالله صالح، با طالبان جنگیدیم اما اکنون حاضرم در صندوق رایدهی با آنها مبارزه کنم. در سال 1996 وقت طالبان کابل را گرفتند، خواهرم را شکنجه کردند و میخواستند خواهرزاده ام را به زور با جنگجویشان نکاح کنند. این در حال است که ترامپ: افغان ها باید از فرصت به میان آمده روند صلح استفاده کنند. ترامپ گفته است که وزیر خارجه اش را برای گواهی از امضای توافقنامه صلح با طالبان به دوحه میفرستد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز جمعه 9 اوت گفته است که افغانان باید از فرصت به میان آمده در روند صلح استفاده کنند. در یک اعلامیه کاخ سفید که به نقل از دونالد ترامپ منتشر شده است آمده: اگر طالبان و حکومت افغانستان به تعهدات خود در این روند عمل کنند، ایالات متحده آمریکا مسیر قدرتمند برای پایان جنگ و بازگرداندن نیروهای خود به خانه خواهد داشت. قرار است ایالات متحده آمریکا و طالبان امروز پس از ماها مذاکره و چونزنی توافقنامه صلح را با طالبان امضا کند. اعلامیه قصر سپید با اشاره به این توافقنامه آن را گام مهم برای برقراری صلح پایدار در افغانستان جدید، عاری از القاعده، داعش و هر گروه هراس افکن دیگری که میخواهد به آمریکا آسیب برساند خواهد بود. آقای ترامپ همچنان گفته است که مایک پومپیو وزیر خارجه اش را برای گواهی از امضای توافقنامه صلح با طالبان به دوحه میفرستد و نیز وزیر دفاع آمریکا اعلامیه سه جانبه را در کابل اعلام خواهد کرد. سرانجام پس از 18 ماه گفتگوها میان آمریکا و طالبان، امروز شنبه 10 اوت دو طرف محصل این گفتگوها را در قالب یک توافقنامه امضا خواهند کرد. شریف امیری، خبرنگار طلوع نیوز، که برای پوشش این رویداد به دوحه میزبان این گفتگوها و مراسم امضای توافق صلح رفته است، میگوید که آمادگی ها برای امضای این توافق تاریخی گرفته شدند. قرار است مراسم امضای این توافق در هتل مشهور شرینتون برگزار شود. دفتر سیاسی طالبان در قطر به شریف امیری گفته است که در مراسم فردا وزیران خارجه و نمایندگان ویژه 30 کشور و نهاد جهانی به شمول وزیر خارجه آمریکا دعوت شده است و قرار است شرکت کنند. قرار است توافق صلح آمریکا و طالبان پیش دوربین رسانه‌های جهان امضا شود. خبرنگاران بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان برای پوشش این رویداد مهم از همین حالا به دوحه رفتند. این توافق پس از یک دوره 7 روزه کاهش خشونت‌ها امضا می‌شود. این دوره که همچون یک دوره آزمایشی برای اثبات توانایی طالبان در مدیریت جنگ افغانستان بود، امشب پایان می‌یابد. آنچه که منابع میگویند قرار است 10 روز پس از امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان گفتگوهای میان افغانان آغاز شود. حکومت افغانستان شام روز گذشته یک هیئت 6 نفری را برای زمینه سازی این گفتگوها به قطر فرستاد. سرانجام پس از 18 ماه گفتگوها میان آمریکا و طالبان، فردا شنبه 10 اوت دو طرف موصل این گفتگوها را در قالب یک توافقنامه امضا خواهند کرد. قرار است مراسم امضای این توافق در هتل مشهور شرینتون برگزار شود. دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که در مراسم فردا وزیران خارجه و نمایندگان ویژه 30 کشور و نهادهای جهانی به شمول وزیر خارجه آمریکا دعوت شدند و قرار است شرکت کنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، یکی از این مهمانان است. او دیروز در گفتگو با تلیو نیوز گفت که نشست فردا یک فرصت خوب برای آغاز گفتگوها میان افغانان است. فردا یک روز بزرگ برای افغانستان و مردم این کشور است. این یک فرصت بزرگ است. انشالله افغانستان در حال رفتن به سوی صلح و آشتی است. فردا بنای یک گفتگوی فراگیر میان افغانان گذاشته خواهد شد. عزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، یکی دیگر از شرکت کنندگان مراسم فردا است که پس از چاشت امروز به دوحه رسید. ما فکر نمی کنیم که مشکل امروزی مشکل مردم افغانستان باشد. این مشکل همه ما در منطقه است. از همین رو ما باید برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان با هم کار نماییم. قرار است توافق صلح آمریکا و طالبان
پیش دوربین رسانه‌های جهان امضا شود. خبرنگاران بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان برای پوشش این رویداد مهم از امین حالا به دوحه رفتند. لیز دوسید خبرنگار بی بی سی فردا را یک روز مهم برای مردم افغانستان می داند. برای افغانستان، برای جامعه جهانی و برای همه مردم گرد و پیش که بخش از تاریخ افغانستان بودند، فردا روز مهم است. اما مهمتر از همه برای مردم افغانستان این روز چندین گام فاصله را با یک جنگ ویرانگر ایجاد خواهد کرد. این توافق پس از یک دوره 7 روزه کاهش خشونت ها امضا می شود. این دوره که همچون یک دوره آزمایشی برای اثبات توانایی طالبان در مدیریت جنگ افغانستان بود، امشب پایان می‌یابد. آنچه که منابع می‌گویند، قرار در روز پس از امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان، گفتگوهای میان افغانان آغاز شود. حکومت افغانستان شام روز گذشته یک هیئت 6 نفری را برای زمینه‌سازی این گفتگوها به قطر فرستاده است. در دوره کاهش خشونت‌ها شاهراهای کشور امن‌تر بودند. در دوره کاهش خشونت‌ها ولایت هلمند، کابل، کندهار، اروزگان، بلخ، کاپیسا، سمنگان، زابل، فرا، غزنی، لوگر و لغمان گواه رویدادهای امنیتی بودند. شمار از شهروندان کشور که در دوره 7 روزه کاهش خشونت‌ها در شاهراهای کشور سفر داشتند میگویند که در این دوره این شاهراها امن‌تر بودند. دوره کاهش خشونت‌ها روز شنبه 3 اُحد آغاز شد و ساعت 12 امشب جمعه 9 اُحد به پایان می‌رسد. شمار از شهروندان کشور میگویند که این 7 روز همچون یک فرصت بود تا بتوانند به دیدار فامیل و تفریح به ولایت ها بروند. نور اکبر ملکزاده که دانشجو است میگوید که پیش از دوره کاهش خشونت ها جرأت نمی توانست که به سفرهای ولایتی برود. او در آخرین روز کاهش خشونت ها برای تفریح با دوستانش به جلال آباد رفته بود. ما با خاطر آرام اینجا برای تفریح آمده ایم و می خواهیم لذت ببریم. فهیم دانشجوی دیگر نیست که نور اکبر را در این تفریح همراهی میکند بیان داشت. امیدوارم این روند یعنی کاهش خشونت ها به یک صلح دائمی مبدل شود. نیروهای امنیتی که در مسیر شاهراه جلال آباد ماموریت دارند نیز امیدوارند که آتش بس در کشور تامین شود. نظیر یکی از سربازان ارتش گفت: نمیدانم که ما نمیفهمیم یا آنان. هر روز هم دیگر ما کشته می شود. بیایید بنشینیم با هم گپ بزنیم. محمد اکرام سرباز دیگر ارتش نیز بیان داشت: آنان یان طالبان چه خواهند که ما را می کشند؟ با این همه در دوره کاهش خشونت ها ولایت هلمند، کابل، کندهار، اروزگان، بلخ، کاپیسا، سمنگان، زابل، فرا، غزنی، لوگر و لغمان گواه رویدادهای امنیتی بودند. بر بنیاد آمارهای حکومت در این رویدادهای امنیتی 21 نظامی و 5 غیر نظامی جان باختند. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل می باشیم. لطفا نظریات نیک و مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم ویدیوهای خوبتر و بهتر را برایتان آماده سازیم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان.